در مورد زندیات هوشنگ ابتهاج متخلص به سایه مطالب زیادی ظرف 24 ساعت گذشته گفته شده و چیزی بیشتری در حقیقت نمانده. البته یکی از مطالبی که به دست من رسید حکایت از این میکرد که ایشون در زمانی که متصدی برنامه گلها میشوند در رادیو ایران قبل از انقلاب خیلی به اصول دموکراتیک وفادار نمیمونن، تو رفتارشون با بسیاری از خوانندگان و اهل شعر و موسیقی. حالا کم کیفش چقدر بوده بماند. مطلب دوم این که او چقدر به حزب توده و آرمانهای حزب توده وفادار بود، نزدیک بود، معتقد بود. باز در این خصوص هم حرف و حدیث های پالا زیادی ظرف یکی دو روز گذشته مطرح شده. واقعیت هم بر این هستش که در دهه 20 و در دهه 30 و حتی تا اواخر دهه 40 به ندرت می شد روشنفکر، نویسنده، شاعر و خلاصه اهل ادب و فرهنگ رو پیدا کرد که یا عضو حزب توده ایران نبوده باشه یا ملهم و متأثر از ادبیات و باورها و جهانبینی حزب توده ایران نبوده باشه. این حکم کلی، قانون کلی شامل زندیات ابتهاج هم میشه. حالا با بحثایی که وجود داره که چقدر به مرکزیت حزب و رهبری حزب نزدیک بود. این هم موضوع دوم. موضوع سوم این که قبلنا که دل و دماغ بیشتری داشتم، حال و حوصله بیشتری داشتم، وقتی درس تاریخ تحولات بعد از یک سال تمام می شد، البته اون روزا یعنی دهه 70 و 80 تاریخ تحولات مثل الان که در دانشکده حقوق یه درس قلابی و خلاصه بیرگ و ریشه شده نبود. 4 واحد تحولات عصر مشروطه و دوران رضاشاه بود و 4 واحد هم مال ایران بعد از سقوط رضاشاه بیاد تا برسه به انقلاب اسلامی. این 8 واحد که تموم میشد من چند شعر میخوندم تو جلسه آخر و پایانی که یادگار وضعیت اجتماعی باشه. مال زندیات فروغ فرخزاد بود، اشعار تا اونجه که یادم میاد. یکی دوتا شعر مال بعد از انقلاب که در رابطه با جنگ بود، اگر باز یادم مونده باشه زارع یا زارعی نامی یکی از این اشعار رو سروده بود و بالاخره 2 شعرم بودش که مال زندیات ابتهاج بود و البته 1 شعرم مال نمایشیش بود. مال ابتهاج رو تصمیم گرفتم اون 2 شعری که سر کلاس میخوندم رو هم به یاد اون مرحوم اینجا برای شما بخونم. دیگر این پنجره بکشای که من به ستوه آمدم زین شب تنگ. دیرگاهیست که در خانه همسایه من خوانده خروس، زین شب تلخ و عبوس می فشارد به دلم پای درنگ. دیرگاهیست که من در دل این شام سیاه پشت این پنجره بیدار و خموش مانده هم چشم برا همه چشم و همه گوش. مستان بانگ دلاویز که می آید نرم، مهوان اختر شبتاب که می سوزد گرم، مات این پرده شبگیر که می بازد رنگ. آرین این پنجره بکشا که صبح می درخشد پس این پرده تار،
میرسد از دل خونین سحر بانگ خروس و از رخ آینه هم میسترد زنگ فسوس. بوسه مهر که در چشم من افشانده شرار، خنده روز که با اشک من آمیخته رنگ. این شعر یک مقدار زیادی ترسیم کننده فضای دیکتاتوری بودش، که فضای خفقانی بودش که بعد از کودتای 28 مرداد به راه افتاد. میدونیم که حزب توده و توده‌ای ها بیشترین جریانی بودن که مورد قلق و غم قرار گرفتن بعد از کودتای 28 مرداد. ده ها نفرشون اعدام شدن، بسیاری به حبس های طویل المدت محکوم شدند، بسیاری دیگر رفتند، یعنی فرار کردند، مهاجرت کردند و جالا ما بقیه ماجراها. شعر دومی که میخوندم به اسم گالیا است که گویا ابتهاج این رو برای دختری که میخواسته خونده. اینم باز نشون دهنده شرایط اجتماعی ایران بعد از کودتای 28 مرداد هستش. دیر است گالیا، در گوش من فسانه دلدادگی مخوان. دیگر ز من ترانه شوریدگی مخوان. دیر است گالیا، به ره افتاده کاروان. عشق من و تو آخ، این هم حکایتی است. اما در این زمانه که درمانده هر کسی از بحر نان شب، دیگر برای عشق و حکایت مجال نیست. شاد و شکفته در شب جشن تولدت، تو 20 شمع خواهی افروخت تابناک. امشب هزار دختر همسال تو ولی خوابیدن گرسنه و لخت بر روی خاک. زیباست رقص و ناز سرانگشت های تو بر پرده های سرد، اما هزار دختر بافنده این زمان با شرک و خون و زخم سرانگشت هایشان جان می کنند در قفس تنگ کارگاه از بحر دست مزد حقیری که بیش از آن پرتاب می کنیم تو به دامان یک گدا. وین فرش هفت رنگ که پامال رخت توست، از خون و زندگانی انسان گرفته رنگ. در تار و پود هر خط و خالش هزار رنج، در آب و رنگ هر گل و برگش هزار ننگ. اینجا به باد رفته هزار آتش جوان، دست هزار کودک شیرین بیگناه، چشم هزار دختر بیمار ناتوان. دیر است گالیا، هنگام بوسه و غزل عاشقانه نیست. هر چیز رنگ آتش و خون دارد این زمان. هنگامه رهایی لبها و دست هاست، عصیان زندگانی است. در روی من مخند، شیرینی نگاه تو بر من حرام باد. بر من حرام باد از این پس شراب و عشق، بر من حرام باد تپش های قلب شاد. یاران من به بند در دخمه های تیرو و نمناک واقشا، در عزلت تباور تبعیدگاه خارج، در هر کنار گوشه این دوزخ سیاه. زود است گالیا، در گوش من فسانه دلدادگی مخوان. اکنون زمان ترانه شوریدگی مقا. زود است گالیا، نرسیده است کارمان. روزی که بازوان بلورین صبحدم برداشت تیغ و پرده تاریک شب شکاف، روزی که آفتاب از هر دریچه تاف، روزی که گونه و لب یاران هم نبرد من رنگ نشاط و خنده گنگشت باز یافت، من نیز باز خواهم گردید آن زمان سوی ترانه ها و غزل ها و بوسه ها،
سوی بهارهای دلنگیز گلفشان، سوی تو عشق من. خب اینم شعر دومی بود که براشون میخوندم و تو این شعر کاملا مشخصه که اون خفقان و وضعیت بیرحمانه که بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 به وجود آمده بود. روحش شاد باد و درود بر همه مبارزین راه آزادی.